درود به همه دوستان میهن‌تر و جناب بهبهانی. خوشحالم که بار دیگر با شما هستم و با شما صحبتی دیگر در مورد سلامتی دارم. برنامه امروز رو من براتون در مورد نارسایی های کبد و جواب پیشگیری و درمانش صحبت خواهم داشت. احتمالا ممکن تصویر قطع بشه به دلیل اینکه من با دخترم با آمریکا صحبت میکردم نتونستم با تصویر، فقط اوائلش یک کمی تصویر داشتیم و بعدش قطع شد. در هر صورت شما صدای منو انشالله خواهید داشت. نورسایی های کبد که در حقیقت میتونه مادر بسیار بسیاری از بیماری‌هایی باشه که ما امروزه میبینیم و در جامعه مدرن و شهرهای بزرگ امروز رایجه، بیماری‌های شناخته شده. علل این نارسایی کبد در درجه اول میتونه آلودگی‌های زیست محیطی باشه و میتونه از تغذیه بد و روش زندگی بد و ناسالم دلیلش باشه و چند درصدی هم میتونه عامل یا فاکتور ژنتیک داشته باشه. هوای آلوده شهرهای بزرگ که دود ترافیک و هوای آلودگی‌های مختلف، اینها فقط ریه رو آزاری نمی کنه، به طور کلی تمام سلولای بدن ما رو در معرض خطر قرار میده. غذای آلوده به مواد شیمیایی ناسالم. آب آلوده حالا دلیلش هم این است که درست آبها رو تصفیه میکنن، آب به طور کلی، آب تمام شهرها در کشورهای مدرن و متمدن تصفیه میشه، اما این تصفیه فقط باکتریا رو تصفیه میکنه، باکتریا رو از آب جدا میکنه، اما مواد شیمیایی که افراد بیمار استفاده میکنن، داروهای مختلف، این مواد همچنان در آب باقی میمونه و خب این خودش میتونه یه فاکتوری باشه برای بیمار شدن افرادی که این آب رو میخورن. و عامل استرس، اینها همه عوامل هستن که به طور مستقیم و غیر مستقیم کلیه سلول‌های بدن ما رو مورد هجوم قرار میدن، علل خصوص سلول‌های کبد ما رو. کبد این عضو حساس و بسیار مهم بدن انسان، بسیاری از موادی که وارد بدن ما میشه واقعا براش ناشناخته و زیان آوره. بسیاری از بیماری ها از مشکلات کمکاری کبد سرچشمه میگیرن، از جمله بیماری فتمایا چاقی، بیماری های قلب و عروق، مشکل کیسه صفرا و سیروس کبدی که اینا مستقیما دیگه مشخصه، و سوء هاضمه و مشکلات متابولیسمی به طور کلی و بسیاری بیماری های دیگر. کبد بزرگترین کارخانه شیمیایی بدن و تصمیم گیرنده در تغذیه رسانی به سلول ها و ارگان های بدن ما. وظایف بسیار مهم و سنگینی به عهده داره، از جمله تولید اسیدهای آمینه یا پروتئین‌های مهم برای تغذیه سلولی، تصفیه خون از سمومی که وارد جریان خون میشه و اجازه نمیده که وارد سلول‌ها بشن، سموم حاصل از متابولیسم، و دفع بیلیروبین در اثر شکست شدن سلول‌های قرمز. بیلیروبین ماده رنگی خون که آزاد میشه، این
کبد هست که از بدن دفع میکنه این بیلیروبینو و به طور کلی دفع اندوتوکسین سموم داخلی بدن که از متابولیسم به اصطلاح حاصل میشه و اکسوتوکسین سمومی که از خارج وارد بدن میشه، مثلا از راه مواد غذایی ما یه مقدار زیادی مواد و سموم وارد بدن ما میشه که این وظیفه به عنوان کبد هست که این سموم رو از بدن دفع کنه. ارگان مهمی هست کبد در تجزیه و ترکیب چربی ها، کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها تشکیل شدن از مواد قندی و نشاسته ای که اینا در متابولیسم ما بسیار مؤثر هستن. چربی ها و مواد قندی در کبد مقداری هم ذخیره میشن که در بعضی از موارد که بدن نیاز داره مورد استفاده سلول ها قرار بگیرن. سمومی که از راه تغذیه به بدن ما میرسن و یا فلزات و شبه فلزاتی که دوز بالاشون برای بدن مضر هست، این به عهده کبد هست که اینها رو از بدن از طریق کبد و از راه از طریق ادرار و مدفوع دفع کنه. ما این نمک طعامی رو که روی میز میذاریم در نمک دون به این راحتی از نمک ریخته میشه، این دلیلش این هست که عنصر آلومینیوم به این نمک اضافه میکنن برای که راحت تر این نمک از نمک دون ریخته بشه. توجه داشته باشید که آلومینیوم حتی در ظرف‌های آلومینیومی که غذا میپزید باز ممکنه وارد بدن بشه و این آلومینیوم فلزی هست که زیاد سلول‌های بدن ما از این فلز خوششون نمیاد و ایجاد مسمومیت‌های بدی ممکنه در بدن ایجاد کنن. در هر صورت در طولانی مدت اگر که ما از این فلزات، فلز مس یا آلومینیوم به مقدار زیاد استفاده کنیم، کبد ما آسیب میبینه و نمیتونه به خوبی کار خودش رو انجام بده. همچنین مواد شیمیایی که برای محافظت مواد غذایی استفاده میشه، مواد کنسروی، قوطی‌های کنسروی و موادی که می پاشن به میوه‌جات وقتی که از شهری به شهر دیگر و کشوری به کشور دیگر حمل می کنن، مخصوصا انگور و موز، این دو تا میوه بیش از هر میوه دیگری بهش مواد شیمیایی می پاشن برای اینکه محافظت بشه و در طولانی مدت، یعنی مدت طولانی تری رو در سردخونه ها این به اصطلاح میوه ها رو محافظت کنن. در هر صورت تمام این مواد در طولانی مدت میتونه کبد ما رو به کبد ما آسیب برسونه. حالا اگر که کبد واقعا سالم باشه، هم از نظر ژنتیک و هم ما تغذیه سالمی داشته باشیم، دستگاه هضم و جذب و دفع به خوبی انجام بشه، کار خودش رو انجام بده، پروتئین های مخصوص یا انزیم های به خصوصی کبد تولید میکنه، میتونه تا حدی سمومی رو که از راه تغذیه به سلول ها یعنی وارد بدن ما میشه اینها رو خنثا کنه و از طریق روده و کلیه ها، روده بزرگ و کلیه ها، اینها رو به بیرون از بدن هدایت کنه. اگر یکی از ارگانهای داخلی ما خوب کارش انجام نده، مثل کبد، تاحال، غده پانکراس، معده، روده ها و کلیه ها،
وقت هست که آسیب در درجه اول متوجه کبد میشه و سموم در کبد ذخیره میشه. سیستم سمزدایی کبد تولید انزیم ها، هورمون ها، مینرال ها و تجزیه و ترکیب انزیم های غذایی در کبد به قدری دقیق و وسیع هست که اگر آزمایشگاهی تأسیس کنن که بخوان تمام این عمل ها رو، تمام این اعمال رو با همین نظم و ترتیب و سرعتی که کبد انجام میده انجام بده، باید بنایی به مساحت 400 هکتار تأسیس کنن، یعنی یه لابراتوار به مساحت 400 هکتار که بتونه تمام این کارها رو انجام بده. این آزمایشگاه انقدر دقیق و وسیع هست. این آزمایشگاه عظیم یعنی کبد میتونه تحت تأثیر بسیاری از عوامل قرار بگیره، عواملی که بهش آسیب میزنن. اول که به طور ژنتیک ممکنه ژن معیوب شخص از پدر، مادر یا از به هر حال پدران، پدر بزرگاش بگیره، گرفته باشه و کبدش کمکار باشه و خیلی زود آسیب پذیر باشه. تومورهای اولیه، تومور که خود کبد ممکنه در کبد وجود داشته باشه و تومورهای ثانویه که در اثر متاستاز تومور در جای دیگه به کبد سرایت کرده باشه، اختلال در جریان خون و شریان ها، حتی به وسیله سنگ کیسه صفرا. اگر شما سنگ کیسه صفرا داشته باشید ممکنه حتما به کبدتون آسیب وارد میشه. و دیگه تجمع سموم مخصوصا در افرادی که الکل زیاد مصرف میکنن، سالها الکل مصرف کرده و با اختلال در کار کبد مواجهه، به مرور کبدشون چربی میگیره و اون بافت حساس و ظریف و مخاطی کبد به یک بافت شاخی و چورکیده تبدیل میشه که این بیماری رو بهش میگن سیروس کبدی. و اما سیروس کبدی چیه؟ اغلب بعد از یک بیماری طولانی کبدی تظاهر میکنه و اون وقتی هست که بعد از مثلا یک عفونت و یا کمکاری طولانی کبدی بیمار به فاز به نام فاز اینتگریشن یا مرحله جدیدی از بیماری میرسه. بیمار مشکل کبدی داشته، یه مدتی در مدتی طولانی توجه هم زیاد نکرده، بعد برای یه مدت کوتاه این بیماری نهفته میشه، خودشو نشون نمیده، یعنی خواب هست، ولی یک مرتبه این بیماری خودشو نشون میده با یک حالت شدیدتر و اون موقع هست که بافت شفاف و مخاط و ظریف به یک بافت سفت و سخت و به هم فشرده که جریان خون به سختی در این بافت انجام میگیره تبدیل میشه بافت کبدی. سیروز کبدی بیماری هست که در طولانی مدت خودش رو نشون میده، یعنی بیمار قبلا نارسایی کبدی داشته، مثلا هپاتیت یا یرقان داشته یا حالا این عفونت یا عفونت ویروسی بوده یا عفونت باکتریل بوده یا سالهای زیادی الکل استفاده میکرده. در هر صورت این عوامل میتونه باعث بشه بعد از مدتی طولانی که شخص سیروس کبدی بگیره.
علائم بیماری سیروس اشکال در هضم و جذب غذا، رنگ پوست تیره میشه، اغلب زرد، همچنین سفیدی چشم زرد رنگ میشه، کم اشتهایی، سنگینی بعد از خوردن یا آشامیدن آب، حالت تهوع، دل به هم خوردگی، تجمع گاز در شکم و کبد بزرگ میشه. وقتی پزشک در پالپیشن کبد رو لمس میکنه، قسمت طرف راست بیمار رو لمس میکنه، در به اصطلاح لمس مشاهده میشه که کبد بزرگ شده، تا حال هم بزرگ میشه. واریس در شریان ها و ارگان های داخلی به وجود میاد و در حقیقت آب در شکم آزاد میشه در اثر اینکه پلاسمای خون، پلاسمای اون مایعی که بین به اصطلاح سلول ها وجود داره کاهش پیدا میکنه و آب در شکم آزاد میشه و شکم بزرگ میشه. حالت استسقا شما حتما دیدید در ایران یا برحال در آمریکا هم احتمالا ممکنه وجود داشته باشه. افرادی که سیروس کبدی دارن شکم بسیار بزرگی دارن و دیگه کف دستهاشون قرمز، روی پوست دستها، سینه و مویرک هاشون، روی سینه و دستها و سینه شون یه مویرک های ریزی مانند تار عنکبوت اطراف نقطه قرمز پراکنده شده که این روی پوست ظاهر میشه. در نزد آقایون سینه‌هاشون بزرگ میشه و به عکس بیضه هاشون تحلیل میره، کوچیک میشه. شخص به هر حال باید حتما به پزشک مراجعه کنه. وقتی به پزشک مراجعه میکنه آزمایش های کبدی انجام میشه، بیوپسی میگیرن و آزمایش ها خیلی راحت و به زودی نشون میده که این شخص سیروز کبدی داره. بعضی اوقات یک خونریزی از رگ های متورمی که این بیمار رگ های درونش متورم شده، حتی هموروئید هم داره، رگ های ظاهری هم متورم هست، میتونه یک خونریزی شدید از یکی از این رگ ها خطرناک باشه و میتونه حتی بیلیروبین در خونش آزاد بشه و این بیلیروبین به مغز که وارد میشه باعث بیهوشی و مرگ بیمار احتمالا ممکنه بشه. و اما معالجه چجور میشه این بیماری رو معالجه کرد؟ منع الکل در بیماران الکلی به طور مطلق دیگه نباید الکل مصرف کنند. اگر هپاتیت یا یرقان شروع بیماری بوده که در اثر ویروس یا باکتری یا بوده که به این بیمار حتما آنتیبیوتیک میدن، آنتیبیوتیک های قوی که این ویروس یا البته ویروس که آنتیبیوتیک نداره، باکتری ها به اصطلاح از بین برن و اگر که سموم زیست محیطی از راه سموم زیست محیطی واقعا باعث مسمومیت شده و کبد بار داره، بار سنگینی بر عهده داره و کبد رو ناتوان کرده، بیمار حتما باید در بیمارستان بستری بشه و آزمایش های مختلف ازش گرفته بشه و معالجه رو شروع کنن با تغذیه صحیح و داروهایی که در پزشکی کلاسیک به بیمار میدن. و اما در پزشکی طبیعی روش درمان تفاوت میکنه.
اول از هر چیز بیمار رو سمزدائی میکنن، یعنی سمزدائی یا دتوکسیفیسرین که در مراکز سلامتی و بهداشتی در اروپا رایج هست، حتما در آمریکا هم از این مراکز وجود داره. بدن بیمار رو تخلیه میکنن از سموم. حالا این سموم میتونه که زهر باکتری ها یا زهر ویروس ها بوده یا سموم بوده که از راه غذا گرفته یا به طور کلی سمومی هست که خود بدن تولید کرده و شخص نتونسته دفع کنه. مثلا یه وسعت دائم داشته، یه وسعت طولانی مدت داشته و یا کلیه هاش خوب کار نمی کرده، کبدش به اون صورت خوب کار نمی کرده. در هر صورت محرک های گیاهی مانند کاسنی بری و ماریا تیستل و سرم های مخصوص به بیمار میدن و شستشوی روده ها و تمیز کردن روده ها به وسیله تمرین های طولانی مدت. و که به طور کلی همه سموم بدن دفع بشه، کلیه ها تمیز شه و روده ها تمیز بشه که بار سنگینی زیاد روی کبد وجود نداشته باشه. در هر صورت اگر غده ای در کبد هست حتما به وسیله عمل جراحی باید خارج بشه و همونطور که بدن از سموم تخلیه میشه یه پروسه رگلرینگ هم وجود داره که یعنی این که وقتی که ما سموم بدن رو تخلیه کردیم از طرفی هم نباید اجازه بدیم که سموم دو مرتبه وارد بدن بشه. به این خاطر باید بیمار از خوردن غذاهای ناسالم مانند مواد غذایی کارخانه‌ای، نون سفید، برنج سفید، قند و شکر و قوطی‌های کنسروی، مصرف گوشت زیاد و باید بیمار منع بشه. برای اینکه سموم کاملا تخلیه بشه و دو مرتبه این سموم در بدن وارد نشه و مواد غذایی که حاوی مواد ناشناخته و غیر طبیعی هست باید برای بیمار منع بشه. مصرف الکل همینطور قبلا گفتم باید کاملا متوقف بشه. به بیمار بیشتر آب سبزیجات تازه و میوه‌جات تازه تجویز میشه. مثلا آب هویج یه روز میدن، یه روز آب جعفری، یه روز آب کرفس و همچنین غذاهای سالم و خیلی سبک. حرکات ورزشی مناسب با سن بیمار و موقعیت بیمار. مثلا شیگونگ حرکات بسیار مناسب و ساده ای هست که به خوبی بیمار میتونه برای حال بیمار مناسب هست. و از همه مهمتر کاهش استرس در بیمار هست. بیماری که مشکل قلبی داره، مشکل کبد داره باید واقعا در جای آرامی بستری بشه، از استرس باید دور نگه داشت، باید سعی بشه حتی مقدور از داروهای طبیعی برای بیمار استفاده بشه و داروهای غیر شیمیایی رو پزشکا نباید تجویز کنن، چون کبد بیمار بارداره و کلیه هاش هم همچنین باید اجازه بدن که کبد و کلیه خودشو باز یابه و بیمار پوست خودشو باید تمیز نگه داره، طوری باشه که بتونه تعریق کنه، از طریق تعریق هم سموم بدنش دفع بشه. نوشیدن آب کافی و همچنین رفع یبوست بیمار و تمیز کردن روده ها. نباید اجازه داد که بیمار یبوست داشته باشه. با داروهای گیاهی و طرق مختلف باید روده های بیمار رو تمیز کرد که بیمار یبوست نداشته باشه. و
و حتما با کمک پزشک و متخصص تغذیه از یک روش تغذیه سالم برای بیمار به بیمار معمولا تجویز میشه که غذای مدیترانه استفاده کنه. غذای مدیترانه شامل ماهی هست، زیتون، آووکادو، سبزیجات مختلف و همچنین زیتون و روغن زیتون. روغن زیتون روغنی بسیار بسیار مفید هست در نارسایی های کبدی. اگر که نارسایی کبدی شروعش هست حتما فراموش نکنید صبح ناشتا مثل لیمو تازه لایم باشه، خیلی بهتر هست. لایم مثل آب لایم و دو تا قاشق غذاخوری روغن زیتون، روغن زیتون که سرد فشرده شده، اینو قبل از صبحانه بیمار اگر که استفاده کنه هم زده نبوست هست و هم جریان صفرا رو تسهیل میکنه و هم برای کبد بیمار بسیار مفید هست. و دیگر اینکه بیمار باید از پرخوری پرهیز کنه، از بدخوری هم پرهیز کنه. بدخوری یعنی اینکه تون تون غذا خوردن و هر غذایی رو که ناشناخته هست و دوست داره بخواد استفاده کنه بدون اینکه در نظر داشته باشه که مثلا این غذا برای بدنش ضرر داره. و دیگر گیاهانی هستن مثلا گیاه کاسنی و گیاه شاتره. در شیراز تابستان ها که میشه مردم شیراز عرق شاتره زیاد استفاده میکنن و این هست که در شیراز کمتر واقعا مشکلات کبدی که من میبینم در افراد دیگر تا در این سوئد کمتر در افراد خانواده میبینم به خاطر همون فرهنگ غذایی که شیرازی ها دارن خوردن عرق کاسنی و عرق شاتره در روزهای تابستان و وقتی که بیمار هستن سرما خوردن. و دیگری که گیاهی هست به نام ماریا تیستل که این در ایران کشت میشه و این گیاه به خارج از ایران هم صادر میشه. در بسیاری از شرکت های داروهای طبیعی از این ماریا تیستل داروهای مکمل تهیه میکنن برای بیماری های کبدی. و دیگر گیاه گزنه هست. گیاه گزنه هم گیاهی هست که بیش از 65 مینرال و ویتامین داره که برای نارسایی های کبدی بسیار مفید هست. کنگر، نمیدونم حالا اگر که بعضی ها اصلا کنگر رو نمیشناسن، اما آرتیشو که کنگر فرنگی هم بهش میگن حتما در اروپا و در آمریکا هم هست میشناسی. آرتیشو از خانواده کنگره، خود کنگر و همچنین ماریا تیستل اینا از یه خانواده ای هستند. هر کدام از اینها رو شما یا پخته یا به صورت چای دم کنید بخورید اون حالت خستگی کبد رو کاهش میده. آب لیمو تازه مخصوصا لیم، انجیر، آلو، آب کرفس، مرشک و آب هویج بسیار مهم هست در درمان. و روغن ماهی و روغن زیتون، اینها همه هم در مراحل به اصطلاح درمان کمک به درمان کمک میکنن و هم برای جلوگیری از نارسایی کبدی استفاده میشه. و دیگر اینکه در پزشکی هومیوپاتی داروهای بسیار زیادی هست که واقعا معجزه میکنه برای بیماری های کبدی. از جمله یکی از این داروها داروی هست به نام بربریس. این بربریس هم نارسایی های کبدی استفاده میشه و هم در نارسایی های
در نارسایی های کلیوی. و همیشه اینو ببینید که پیشگیری خیلی هم مغروم به صرفه تر هست و هم آسان تر هست. اگر که شما پیشگیری کنید مشکلات کبدی رو با خوردن غذای سالم، غذای مونده یکی از مشکلاتی هست که کبد رو خسته میکنه، غذای سرخ کرده، غذاهایی که شما در رستوران ها میخورید غذای تازه نیست. این واقعا من به جرات میتونم بگم هیچ رستورانی غذای روز به شما عرضه نمیکنه. پس بهتر هست اگر که احساس میکنید کبدتون خسته هست، برای مدتی چشم پوشی کنید از رفتن به رستوران و سعی کنید بیشتر غذای تازه استفاده کنید. و دیگر اینکه زرشکم که گفتم بسیار دنیا مناسبی هست که به صورت چای دم کنید هنگامی که کبدتون خسته هست، کمک بسیار زیادی میکنه. روغن زیتون و استفاده نکردن از مارگارین ها. مارگارین ها سمومی هستن که واقعا کبد رو خسته میکنن و کبد رو بیمار میکنن. سعی کنید از این مارگارین هایی که روی میز میذارید کمتر استفاده کنید. از کره خالص استفاده کنید، ضررش بسیار بسیار کمتر از مارگارین هاست. و دیگر اینکه سرخ کردنی ها، وقتی که شما پروتئین ها رو سرخ میکنید در کبد سمی به نام آکریلامید تولید میشه که این سم بسیار خطرناکه و ممکن است حتی شما رو به سرطان، حتی به سرطان مبتلا کنید. بسیار آکریلامید ماده خطرناکی است، توجه داشته باشید. سعی کنید کمتر غذاتون رو سرخ بکنید، غذا رو با اون حالت طبیعی، اگر که بتونید در فر بذارید، غذایی که در فر آماده میشه و تهیه میشه خیلی ارزش غذایی بیشتری داره. استفاده نکردن از میکرو آلترناتیو خوبی نیست برای آماده کردن غذا، بسیار بسیار میتونه مضر باشه برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن. و دیگه اینکه اگر که احساس کردید که غذا میخورید، غذا به قول خودتون سر دلتون مونده، خوب هضم نمیشه، اگر چربی میخورید حالت تهوع دارید، اگر روزها احساس خستگی میکنید و اگر اینکه گاز در شکمتون تولید میشه، نبوست مزمن دارید، اینها همه اعلام خطری هست برای نارسایی های کبد. و دیگه سعی کنید از استفاده از نان سفید و شکر و قند سفید اینها پرهیز کنید، مایعات زیاد بخورید، بیشتر غذاهاتون بر ریشه ها مثل ریشه کرفس، ریشه جعفری، هویج و کلم های مختلف بنا بذارید و همچنین سبزیجات. و اگر گوشت هم میخواید استفاده کنید، سعی کنید بیشتر از گوشت گوسفند و گوشت بوقلمون استفاده کنید. مرغ، گوشت های مرغ های کارخانه ای و گوشت گوساله هم آلترناتیو خوبی نیستن برای سیستم ایمنی. برای جناب بهبهانی این برنامه تمام شد. بله.